خب درود بر همه شما عزیزان خوبان، قسمت 16 هم از مجموعه تاریخنامه رو با هم دیگه پیگیری میکنیم. عزیزان، ما میخواهیم وارد مقدمات جنگ قادسیه بشیم، یعنی انتهای سال 13 هجری و رسیدن به سال 14 هجری، چون اتفاقات سال 14 هجری افتاده در زمان خلافت عمر دومین خلیفه مسلمین. بفهم. خب من بگم که کل جنگ در سال 636 بوده در ناحیه‌ای که امروز هم بهش میگن سرزمین قادسیه در غرب مدائن، اما ما میخوایم بریم نه به سال 15 که به ذی‌قعده سال 13، یعنی اول حکومت فردی به نام عمر ابن خطاب. فلسفه عمر کلن فرق میکرد با فلسفه ابوبکر. بله، ما در زوال ابوبکر هم 15 16 جلسه داشتیم، اما به این صورت نبود. عبدالرحمن ابن سابات احمری گوید، صفحه 1628 جلد 4 تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری، عبدالرحمن ابن سابات احمری گوید پارسیان به رستم و فیروزان که سالار مردم فارس بودند گفتند. دقیقا اینجا جناب حیدری مشخص ما مشکل داشتیم، خودشون دارن میگن چه میکنید، اختلاف شما مایه ضعف پارسیان شده و دشمن در آنها طمع بسته است. اختلافات شدید در ما خاندان ساسانی، وقتی ما با هم یکی نباشیم، انشقاق داشته باشیم، دشمن قره میشه. درست. حرمت شما چندان نیست که پارسیان این وضع را بپذیرند که شما به نابودیشان کشانید. از پس بغداد و سابات و تکرید نوبت مداین است. عزیزان، تکرید که الان وسط خاک عراقه، قبلا وسط خاک ایران. به خدا یا هم سخن می شوید یا پیش از آن که دشمن شاد شویم شما را از میان بر می داریم. این مال سال 13 است. خب اجازه بدید من برم صفحه بعدی. محفظ از یاران عرب خود جناب ابی وقاص است. محفظ نیز در آرای خود گوید در این هنگام که مسلمانان در سواد تاخت و تاز می کردن، منظورش در ابتدای راه حرام، پارسیان به رستم گفتند گویی انتظار می برید که سوی ما آیند و اعراب ما را نابود کنند. به خدا ای سرداران، این ضعف و زبونی از شما به ما میرسد که مردم پارس را پراکنده اید، یعنی ایرانی ها، درست، که از مقابل دشمن باز ماندند. به خدا اگر کشتن شما مایه نابودی ما نمیشد، همکنون خونتان را میریختیم. اگر بس نکنید شما را میکشیم که اگر نابود شدیم از شما انتقام گرفته باشیم. ببینید عزیزان، چقدر ما در داخل سیستم خودمون با همدیگه مشکل داشتیم که عملا به دو سردار اصلی ایران مردم میگن، یعنی اگه بس نکنید شما رو خواهیم کشت. زیاد گوید فیروزان و رستم به پوران دختر کسرا، پوران دختر خسرو پرویز، گفتند زنان و رفیقگان خسرو و نیز زنان و رفیقگان خاندان خسرو را برای ما بنویس. و پوران همه را در مکتوبی نوشت و با آنها داد و کس به طلب زنان فرستادند و همه را بیاوردند و مردان بر آنها گماشتند و آزار دادند. آزار دادن نه گرفتن زدن ها، یعنی به زور حتی اگه شده ازشون خواستند که مگر ذکوری از فرزندان خسرو را بیابند. ببینی شیرویه زده بود تمام پسران این خاندان رو کشته بود، یک مرد از اینها ببینم باقی مونده. اما کس از آن جمله پیش آنها نیافتند. زنان گفتند یا یکیشان گفت، یه نفر از زنها گفت، درست، جوانی از فرزندان شهریار پسر خسرو مانده که مادرش از مردم بادوری است. کس پیش آن زن فرستادند و او را بیاوردند و چنان بود که در ایام شیرویه که همه زنان را در قصر عبی، از هم قصر سفید که خدمت شما گفتم، در خود شهر مدائن بود، فراهم آورده بود و همه ذکوران را کشته بود، زن پسر خود را از قصر برون فرستاده بود، یعنی یزدگرد سوم، و با خالگان، خالو اینجا یعنی دایی، و با خالگان وعده نهاده بود و پسر را در زبیل پیش آنها فرستاده بود، یه سرزمینی در ناحیه شمال مدن. و چون از زبان و
ببخشید، و چون از زن درباره پسر پرسیدند، جای وی را نشان داد و کس فرستادند و او را بیاوردند. رفتن جناب یرغمال سوم آوردند. بودن 20 سالش، 21 سال. و به شاهی برداشتند. پسر 21 سال داشت و همه بر او هم سخن شدن، یعنی کل کسانی که مونده بودن از لشکریان و کشوریان و خاندان ساسانی گفتن آقا قبول میکنیم که این پادشاه ما باشه. و پارسیان آرام گرفتن، یعنی حداقل یه پادشاه جدیدی پیدا کرد و اطاعت وی کردن و سران قوم در اطاعت و اعانت وی اصلا پیشی گرفتن. بزرگان ایران همه قبول کردن که یزدگرد پادشاه ما باشه. یعنی اختلاف عقیده رو کنار گذاشتن، بعدها میبینید که اصلا اینطور نیست و بازم ما هم دیگه مخالفت میکنن. و برای پادگان ها و مرز ها که خسرو داشته بود، و چون هیره، منطقه هیره که گفتم پادشاهش هم از بنی لخت بود، و انبار و ابله و دیگر پادگان ها سپاه ها معین شد. حالا از این ور و مصنا و مسلمانان، مصنا ابن حارثه رو بگید، و مسلمانان از کار پارسیان و همدلیشان درباره یزدگرد خبر یافتند. عرب ها هم فهمیدن که بالاخره ایرانی ها یه پادشاهی دارن به نام یزدگرد سوم، 21 سالش. و عمر نامه نوشتند و خبر دادند که از مردم اطراف انتظار شورش دارند و تا وقتی نامه صفحه 1630 به عمر رسید، مردم سواد چه آنها که با مسلمانان پیمان داشتند و چه آنها که نداشتند کافر شدند. ببینید عزیزان، مردمی که به زور مسلمان شده بودند در عراق عرب، دین اسلام رو گذاشتن، که اونهایی که مسلمان شدند کافر شدند، اونهایی هم که جزیه میدادند دیگه جزیه ندادند. چرا؟ چون احساس کردند برای اولین بار بعد از 4 سال 5 سال سلسله ساسانی، الان که سال 13 هجری قمری، یعنی جنگ سال 15، ما داریم 1 سال و نیم میریم عقب‌تر، ایرانی دارن با هم متحد میشن و جا برای کار هست. درست. و مصنع با جمع خود برفت و در زیغار مقر گرفت. زیغار یکی از جاهای مهمه که در زمان علی بن ابی طالب هم بارها ازش استفاده. و مسلمان در ناحیه تف اردو زدن تا نامه به عمر رسید که چنین بود. خب به نام خدا فلان میگه، اما بعد از میان عجمان درآید، یعنی از بین مردم ایرانی خارج شد و بر سر آبهایی که مجاور عجمان است در همین حدود سرزمین خودتان و سرزمین آنها فرود آیید. ببینید عمر یه آدم جنگجو بوده، میدونست که در صحرا در ناحیه مثل عراق مهمترین جا جایی که آب وجود داره. بله من میدونم دجله و فرات و ده ها نهر اونجا هست، دو تا رودخونه عظیم نام دجله و فرات و ده ها نهر. میگه به سربازان عرب میگه برید این رودخونه ها رو مهار کنید، یعنی نیروهاتون رو در اطراف اون بذارید و اونها رو کنترل کنید، منظور کنترل، در حدود سرزمین خودتان و سرزمین آنها فرود آیید و همه جنگاوران و سواران ربیعه و مزر و مردم همپیمانشان رو آماده کنید. ربیعه یکی از اقوام بزرگ هم که اینا اساره یم، که اینا اصالت یمنی دارن و در نهایه بصره بودن و هستن. بر که به دل آه نیاید احضار شود، یعنی داوطلب بگیرید، اگر کسی داوطلب نشد وادارش کنید که وارد ارتش ما بشه. اکنون که عجمان به تلاش افتادن، عربان را نیز به تلاش وادارید، یعنی یه بسیج نیرو میده. دقیقاً. اکنون عربان را نیز به تلاش وادارید و با همه نیرو، با همه نیروی آنها مقابل شوید. عزیزان عمر میتونه همه نیروشو جمع کنه، چندین بار کمک بفرسته، اما ببینید که کسی به رستم فرخزاد کمک نمیکنه که هیچی. حالا در قسمت های بعد میبینیم هم در میدان جنگ هم در پشت صحنه از پشت بهش خیانت میکنن. عزیزان این واقعیت تاریخه، نه من نه آقای حیدری اونو ننوشتیم. لطفا اگر واقعیت رو خوندید و دیدید ما شکست خوردیم، ناراحت نشید، عبرت بگیرید. یه بعد از 1400 سال وقت عبرت گرفتن. برابر برابر. مصنع در زیغار جا گرفت، مصنع ابن حارثه، و مسلمانان از جل و شراف تا غزا و سلمان اردو زدن. قضی در حدود بصره بود. جریر ابن عبدالله و سیرت ابن عمرو انبری و یاران وی در سلمان بودن. درست. مسلمانان بر آبهای عراق از اول تا آخر مقر گرفتن، تمام رودخانه ها رو عرب آمدن در دست گرفتن کنترلشون. چرا؟ چون ارتش ایران بی آب بمونه، بعدن هم میبینی دقیقا هم اتفاق بود.
و مراقب همدیگر بودند تا اگر حادثه‌ای برای یکی از گروه‌های عرب رخ داد به کمک آنان بشتابند. و این به ذی‌قعده سال 13 هجرت بود، یک سال و نیم قبل از جنگ اصلی. نیروهای دو طرف دارن آماده میشه، یعنی جنگ قادسیه. بله بله بله، جنگ قادسی. ما الان در ابتدای جنگ قادسیه، قبل از جنگ قادسیه. جنگ قادسیه که باختیم، بعد جلولا رو باختیم، بعد نهاوند رو باختیم، بعد ایران رو دادیم رفت به مدت 6 قرن. بله. تا آخر سلسله عباسیان. زیاد گوید در صفحه 1630، زیاد گوید وقتی عمر خبر یافت که عجمان یزدگرد سوم را به شاهی برداشتند و به همه عاملان بر ولایات و عمال قبایل عرب نامه نوشت، و این به ذی‌حجه سال 13 هم بود، منظور 13 هجری قمری است، هنگامی که به حج میرفت، که عمر هر سال به حج میرفت، نوشت که هر که ببینید دوستان چیکجوری داشت نیروهای خودش آماده میکرد، این عمر این نامه رو نوشته، متن نامه: هر که را سلاح یا اسب یا توان جنگ دارد برگزینید. درست. ببینید که هر کی یه شمشیری داره اینو برداری بیاری، نگفته داوطلبا، گفته به زور بیاری و سوی من فرستی، شتاب کنید و دوباره شتاب کنید. دو بار نوشته. و هنگامی که راهی حج بود، فرستادگان روان شدند. نخستین گروه از قبایلی آمدند که راهشان از مکه و مدینه میگذشت. خب معلومه دیگه، چون خلیفه توی مدینه بود، حجم تو مکه بود، تمام قبایل بین مکه و مدینه عرب رو گرد آورد. آنها که از اهل مدینه یا نیمه راه عراق و مدینه بودند، هنگام بازگشت از حج در مدینه پیش وی آمدند، پیش عمر. و آنها که دورتر بودند به مصنع ابن حارثه پیوستند. و آنها که پیش عمر بودند گفتند که مردم مجاور آنها نیز شتاب کنند. اما در روایت ابو معشر و ابن اسحاق است که در سال 13 هجرت سالار حج عبدالرحمن ابن عوف بود. عبدالرحمن ابن عوف بعدها 10 سال بعد، یعنی در سال 23 هجری قمری، همون فردیه، همون انسانیه که رئیس گروه 6 نفره که خلیفه بعدی رو انتخاب میکنن، که اول به علی ابن ابی طالب پیشنهاد میده، یه سری از شرایط رو نمیپذیره، عثمان میپذیره و میشه خلیفه بعدی به مدت 12 سال. عبدالله ابن عمر گوید سالی که عمر به خلافت رسید، عبدالرحمن ابن عوف را سالار حج کرد و عبدالرحمن آن سال با مردم به حج رفت و پس از آن همه سالها دیگر خود عمر سالار حج بود. چنانچه گویند در این سال عامل عمر به مکه اتاب ابن اسید بود، عامل طائف عثمان ابن ابوالعاص بود، بر یمن یعلا ابن منیه بود، بر عمان و یمامه، یمامه یعنی یمن، نه منظور یمینه، یمین و یسار، بر عمان و یمامه که میشه جنوب شرقی حجاز، حذیفه ابن محسن بود، بر بحرین علاء ابن حضرمی بود، بر شام ابو عبیده ابن جراح، بر مرز کوفه و اراضی مفتوحان مصعب ابن حارثه بود. عزیزان مفتوح یعنی فتح شده، یعنی اون که از ما گرفت. چنانچه گویند علی ابن ابی طالب، این امام اول شیعیانه که عهده‌دار قضا بود. آقا ایشون قاضی شهر مدینه بود و به قولی عمر در ایام خلافت قاضی نداشت. دو تا روایت هست، هم روایت عبدالله ابن عمر رو نوشته، هم روایت حارثه رو نوشته. و عقلی بر اینه که ایشون نه قاضی و مشاور عمر بودن. خب آنگاه رسیدیم به سال 14. خب دوستان، ما میخوایم اگه اجازه بدید، چون دیگه طولانی شده، 400 اونی من خوندم گل به منم گرفت، جلسه بعدی برسیم به خود جنگ و جلسه سوم برسیم به نتایج جنگ. مهمترین جنگ تاریخ ساسانیان با عرب از این 20 تا جنگ بزرگی که اتفاق افتاده و کوچیک، همین جنگ قادسیه است. ما در قادسیه نتیجهش از دست دادن مدائن، یعنی پایتختمون رو 2 ماه بعد، حالا 60 روز 56 روز گفتم، اما 2 ماه بله از دست دادیم. خیلی مهم، وقتی پایتخت ما از دست رفت، ساتراپ ها و ایالت های مختلف دیگه به فرمان یزدگرد نبودن. شما میبینید که یزدگرد میاد و در بسیاری از نقاط از عمرها کمک میخواد. برخی کمک میکنن، برخی کمک نمیکنن. به این قضیه با مدت ها بعد از مرگ یزدگرد هم ادامه داد. خب قسمت 16 هم رو با هم امشب تمام کردیم در 24 اسفند سال 1400.
با در خدمت شما هستیم. با سپاس فراوان دکتر صاحب عزیزم، باشه که به فیض خداوند بتونیم در جلسه در خدمتتون باشیم و این چند جلسه در رابطه با نبرد قادسی که بسیار مهم هست هم وطن عزیزم. اگر ما تاریخ اسلام رو خوب بدانیم، مسلما تصمیمات درستی خواهیم گرفت برای سرزمین عزیزمون ایران. تصمیم درستی میگیریم برای باورهامون. آیا آنچه را که امروز من به عنوان یک باورمند به هر مذهبی که هستم یک تحمیل هست؟ اگر تحمیل هست، هرگز مساوی با ایمان نیست. ایمان با تحقیق و تجربه کسب میشه، با تحمیل نیست. متاسفانه شاهد بر این هستیم که اسلام تحمیل شده بر ما، بدون اینکه هدف ما بر این باشه که به یک مسلمانی توهین کرده باشیم، بلکه یک مسلمان رو میخواییم در جایگاه تحقیق قرار بدیم که بره تحقیق کنه. منم قبلا مسلمان بودم، دکتر صحابم همچنین. پس امروز ما با تحقیق داریم میریم جلو چگونه عمل کنیم نسبت به آزادی سرزمین عزیزمون، که باز عرض میکنم الان ما در قادسیه دوم هستیم، هموطنان عزیز، که حمله کردن دوباره به ما از اسلام. باز توهینی به اعراب نمیخوایم بکنیم، از اسلام به این سرزمین حمله شده. پس با ما باشید لطفا عزیزان. اگر ما رو روی یوتیوب میبینید لطفا سابسکرایب بفرمایید، و اگر مطلبی هست، پیشنهادی هست، اون رو میتونید بنویسید. انتقادی هست، خوشحال میشیم که با انتقادات شما برنامه هامون رو بهتر کنیم. با سپاس فراوان دکتر صاحب عزیز، اگر مطلبی نیست شما رو به دستان پرجلال خدا میسپارم. ممنون، متشکر از شما، منتظرم. قربان عزیز، بازم یک بار دیگه تبریک میگیم زادروز رضا شاه بزرگ رو به همه هموطنان عزیزمون. فیض خداوند پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابد الآباد.